امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم بگم چرا یک سافتویر انجینیر، یه مهندس کامپیوتر، داره تو فیلد مارکتینگ کار میکنه. این سوالیه که بدون هیچ استثنایی اولین سوال تمام مصاحبه های منه و فکر میکنم برای همه جالب بوده و احتمالاً از این به بعد هم خواهد. من تقریبا 10-12 سال پیش، یادم نمیاد، من ورودی 87 دانشگاه شاهرود بودم و مهندسی کامپیوتر خوندم. و چرا برنامه نویس نشدم؟ من برنامه نویس بودم و هنوزم برنامه نویسی میکنم، ولی یک جایی از زندگی متوجه شدم که من علاقه به برنامه نویس شدن ندارم و اونجا خیلی مرحله سختی از زندگی من بود، به خاطر اینکه تمام کسانی که اطراف من داشتن تو این حوزه فعالیت میکردن به این باور داشتن که کسی که مهندسی کامپیوتر خونده با توجه بازار شغلی که داشت رشد میکرد بهترین شغل براش برنامه نویسیه. و اون موقع مارکتینگ خیلی جدید بود، یعنی اصلا نبود حتی توی ایران، و من با یک شرکتی داشتم کار میکردم و مدیر کمپانی من به من حوزه مارکتینگ رو معرفی کرد. من خیلی برام جالب شد، روز به روز بیشتر مطالعه کردم و فهمیدم این همون چیزیه که من دقیقاً براش ساخته شدم. اگر نمیخواستم تو حوزه هنری کار کنم، چون من کلا علاقه اصلی تمام حوزه‌های هنری بیشتر بود، یعنی اگر من یک فشن دیزاینر میشدم، یک اینتریور دیزاینر میشدم، احتمالا خیلی آدم موفق تری بودم، ولی به خاطر خیلی از دلایل مهندسی خوندم و الان اونجاییم که میبینم دارم توی فعالیت توی یک کمپانی به عنوان گروت مارکتینگ منیجر فعالیت میکنم. قصه زندگی من همونطور که گفتم با خوندن برنامه نویسی توی دانشگاه صنعتی شاهرود شروع شد. قصه جدی زندگی میتونم بگم و با برنامه نویسی کمی بیشتر ادامه پیدا کرد، با فعالیت توی حوزه مارکتینگ خیلی خیلی بیشتر جدی شد. من حدود 7 سال توی ایران کار کردم تو شرکت‌های مختلف با بازارهای مختلف، چه با بازارهای بین المللی، تو دیجی کالا بودم، توی کافه بازار بودم و بعد 7 سال کار کردن، 2 سال و تقریبا نیم پیش بود، البته 3 سال پیش بود که یه جاب آفر از ایرلند برام اومد. من مصاحبه ها شرکت کردم و خوب پیش رفت و اومدم ایرلند و تازه فهمیدم من چقدر از دنیای مارکتینگ عقبم و نه تنها من، چقدر بازار ایران از دنیای مارکتینگ عقبه. این جواب سوال بچه هاییه که دائم از من میپرسن چرا در مورد حوزه مارکتینگ چیزی نمیگی؟ چرا در مورد کار چیزی نمیگی؟ بچه ها تو حوزه مارکتینگ من میتونم بگم که واقعا تو ایران ما یه دنیای ناشناخته داریم، چون همه چیز اومدیم لوکالایز کردیم و یه ورژن لوکالشو برای خودمون ساختیم، به خاطر متاسفانه تحریمایی که وجود داره، به خاطر دسترسی نداشتن به همه ابزارا، به همه پنلا دسترسی نداشتن، به خیلی از چیزا و از همه مهمتر که من اصلا خوشحال نیستم ازش، به خاطر حذف رقبا، به خاطر اینکه ما هر رقیبی که سر راه هر اینداستری، هر صنعتی قرار بگیره، هر شرکتی قرار بگیره، یه شرکت بزرگتر میاد و میبلعش و به خاطر همین اون رقیب حذف میشه. و اتفاقی که میفته وقتی رقابتی وجود نداشته باشه، شما دستیابی به دانش جدیدتر براتون کمرنگ و کمرنگتر میشه و این خیلی بیشتر بستگی پیدا میکنه به تیمایی که دارید باهاشون کار میکنید، به شرکتی که باهاشون کار میکنید و به خودت. من تا اونجایی که مربوط به خودم بود خیلی خوب جدا رفتم، ولی متاسفانه به خاطر دسترسی نداشتن و همه چیزهای دیگه که دنبال روی هم دیگه بودن، دنیا برای من خیلی مبهم بود. من میتونم بگم توی 2 سال و نیم گذشته من 3-4 برابر 7 سال قبلش تلاش کردم، 3-4 برابر 7 سال قبلش من مطالعه کردم و رسیدم به جایی که الان دوستش دارم، به جایی که حس میکنم الان موقعیت مناسبی دارم، ولی
اون جایی نیستم که خودم احساس کنم واو الان این جای درستیه که من باید باشم، چون این دنیا خیلی دنیای بزرگیه، خیلی دنیای پرچالشیه و وقتی که مسیرش رو میپذیرید باید بدونید که هر روز باید مطالعه کنید، هر روز باید تلاش کنید، هر روز باید شرکت کنید توی دوره های مختلف و کورس های مختلف ببینید، چون مسلماً شما با رفتار آدم ها، با استراتژی، با رفتار تیمی، با خیلی از چیزهای دیگه روبرو میشید که خیلی براتون همه چیز جدیده، با اعداد و ارقامی که همش از رفتار آدم ها میاد و رفتار آدم های مختلف توی شرایط مختلف خیلی متفاوته. شما باید حد بزنید، باید خلاقیت داشته باشید، باید ریاضیتون خوب باشه، باید که من اصلا علاقه‌ای به ریاضی نداشتم و ندارم، ولی یک بخشی از کاریه که خیلی عاشقشم و چون اون بخشش رو دوست دارم باید با این بخششم خوب بگیرم، چاره ای نیست. دقیقا همین بچه ها، وقتی که از من میپرسید چی کار کنیم که توی این حوزه موفق باشیم، من همیشه برای همه، نه فقط توی این حوزه، توی همه حوزه ها یه جواب دارم. برای خودتون چاره نذارید، چاره فقط موفق شدن شماست، فقط رسیدن شما به اون جاییه که دوست دارید، به اون هدفیه که دوست دارید. چرا مهاجرت کردم؟ من اصلا دوست نداشتم مهاجرت کنم، اصلا نمیخواستم مهاجرت کنم. یعنی اگه یک نفر تو این دنیا پیدا میشد که 100% با مهاجرت مخالفت بود، من بودم، مخالفت داشت، من بودم. و پیش اومد و دیدم که شرایط داره عجیب و عجیب تر میشه برای حوزه کاری خودم مخصوصا، همه دسترسی ها داشت بسته میشد، خیلی اتفاقای عجیب اقتصادی اجتماعی داشت میافتاد که پذیرشش برای منی که هر روز میخواستم یه قدم رو به جلو بردارم خیلی داشت سخت و سخت‌تر میشد. و اینکه من مسئولیت زندگی پذیرفته بودم، ازدواج کرده بودم و در قبال خانواده‌ای که ساخته بودم هم یه مسئولیتی داشتم و فقط دیگه خودم نبودم، بنابراین تصمیم گرفتم که اینم به عنوان یه چالش بپذیرم و همیشه به خودم گفتم اینجا همیشه جای تو هست و تو همیشه میتونی برگردی، ولی شاید همیشه نتونی قدم به جلو برداری. میری این چالش رو میپذیری، باهاش روبرو میشی، یه عالمه در جدید درون دنیات باز میشه، تجربه میکنی، سختیاش رو میکشی، لذتاش رو میبینی و یه عالمه تجربه جدید برای خودت و زندگی خودت و خانواده خودت رقم میزنی. و اگه روزی احساس کردی که باید برگردی، برمیگردی. و من الان نمیتونم به کسی بگم مهاجرت کنید یا نکنید، ولی به همه میگم اگر که فرصتش رو دوست دارید برای خودتون بسازید، عقب نندازید، حتما برای خودتون فرصتش رو بسازید و اگر فرصتی پیش اومد با جون و دل بپذیرید، به خاطر اینکه همیشه آدم میتونه برگرده به جایی که توش ریشه داره، ولی همیشه آدم نمیتونه دنیا رو کشف کنه، همیشه آدم نمیتونه یه زندگی جدید با یه فرهنگ جدید، با یه زبان جدید، با هزار تا قوانین جدید تجربه کنه. کاری که الان دارم میکنم خیلی متفاوته با کاری که توی ایران میکردم، به خاطر اینکه الان تجربه بیشتری دارم، دانش بیشتری دارم و خیلی مسیر عجیبی بود. به خاطر اینکه من اومدم ایرلند، شروع کردم توی یه کمپانی توی غرب ایرلند کار کردم و بعد 2 سال که من استمپم تغییر کرد و نوع ویزام تغییر کرد، من برام آفرهای کاری مختلف اومد، اپلای کردم و یعنی مصاحبه ها رو شرکت کردم و چون آفر خیلی جذابی از نروژ داشتم با نروژ شروع کردم کار کردن. یه کمپانی خیلی هیجان انگیز بود و آفرش هم خیلی آفر هیجان انگیزی بود برای من و شروع کردم کار کردن، ولی چون خارج از ایرلند بود من دیگه به عنوان کسی که اینجا برام سیستم مالیاتی برای من مالیات رد کنه شرکت نبود و خیلی از اتفاقا به خاطر همین عوض شد. من با به خاطر همه چیزایی که درگیرشم، همه دغدغه‌های ذهنی که دارم برای زندگی، برای اهدافم، شروع کردم با وکیل صحبت کردم، با حسابدار صحبت کردم و متوجه شدم که اگر که من با خارج از ایرلند کار کنم کاملا اوکیه، یعنی شما میتونید هر زمان که دلتون خواست با هر نقطه‌ای از دنیا کار کنید، ولی خودتون رو باید به عنوان سلف ایمپلوید رجیستر کنید، ثبت کنید و خودتون سالیانه میدید مالیات خودتون رو پرداخت میکنید. و این باعث چه چیزایی میشه؟ باعث خیلی از مسائل میشه، مثل اینکه شما نمیتونید تا 3 سال و حدود 3 سال و نیم حتی
برای هیچ وامی اپلای کنیم، نه وام خونه، نه وام ماشین، نه هیچ چیز دیگه ای. و یا مثلا اگر که بخواید ویزای شنگن بگیرید شاید با مشکل مواجه بشید، و یا خیلی از نکات دیگه که ممکنه که در مسیر زندگیتون پیش بیاد. بنابراین من تصمیم گرفتم تو دوره آزمایشیم از اونجا استعفا بدم و برگردم با یک شرکتی توی ایرلند کار کنم، چون همون موقع چند تا آفر هم داشتم و شروع کردم مصاحبه کردن و یکیشون رو قبول کردم و شروع کردم کار کردن. یعنی من حدود 2.5 ماه با نروژ کار کردم و الان دوباره دارم به عنوان مدیر رشد مارکتینگ، من نمیتونم فارسی واقعا ترجمهش کنم، با یه شرکتی توی ایرلند فعالیت میکنم. اینکه چرا گوگل، فیسبوک، همه شرکت‌های بزرگ دنیا رو برای کار کردن الان انتخاب نکردم، دلیلش این بود که برای من توی این برهه زمانی رشد فردی اهمیت زیادی داره و کمپانی‌های بزرگ بعد از 6-7 ماه برای شما استاپ پوینت میشن. شما برای کمپانی عدد ولیو زیادی خواهید داشت، ولی کمپانی برای شما عدد ولیو زیادی نخواهد داشت. اینو برای کسایی گفتم که منو تو اینستاگرام دنبال میکنن، چون احتمالاً ایمیلای منو دیدن که گذاشتم توی استوری از آفرهای مختلفی که از شرکت‌های مختلف مثل هابسپات، مثل گوگل، مثل خیلی سرویس ناو، مثل خیلی از شرکت‌های دیگه داشتم. ولی به این نتیجه رسیدم که من میخوام توی یه شرکت میدیوم سایز کار کنم، نه توی استارتاپ، نه توی شرکت خیلی بزرگ، توی شرکت میدیوم سایز کار کنم، به خاطر اینکه برای من علاوه بر رشد کمپانی، رشد فردی اهمیت خیلی خیلی زیادی داره توی این بار از زندگی، شاید برای همیشه، چون شخصیت من کلن اینطوریه که من میتونم روزانه ساعتها درس بخونم، ساعتها کار کنم بدون اینکه خسته بشم و فقط لذت ببرم. کار کردن برای من یه لذت خیلی خیلی بزرگه توی زندگی، چون عاشق کارم هم. دیگه عاشق چه چیزاییم؟ عاشق کتاب خوندنم. از بچگیم، از زمانی که یادم میومده داشتم کتاب میخوندم. عاشق نقاشی کشیدنم، عاشق لباس خریدنم خیلی زیاد و عاشق چیدمان خونه هستم. تقریبا میتونم بگم که فعالیت‌های هنری خیلی زیادی داشتم، فعالیت‌های ورزشیم خیلی کمتره، در حد سلامتیه. نمیگم که یه ورزش خاصی رو خیلی حرفه‌ای دنبال میکنم، ولی همیشه سعی میکنم، نه همیشه، یه برهه از زمان زندگیم واقعا گذاشتمش کنار، ولی اکثر مواقع زندگیم سعی میکنم که ورزش توی برنامه زندگیم گنجیده باشه. به شدت از فیلم دیدم با ایلی لذت میبرم و مهمترین علاقه که میتونم در موردش ساعتها صحبت کنم سفر کردنه. هر کسی که منو از نزدیک بشناسه میدونه که من از جایی که بالا سرم 4 تا سقف باشه بیزارم. من از هر سقفی بیزارم. من دوست دارم که دائم بیرون برم، جاهای جدید کشف کنم، سفر یه روزه، سفر چند ساعته، سفر چند روزه، سفر اینوری، سفر اونوری. و این یکی از نکات مهمی بود که من به خاطرش مهاجرت کردم، چون هم توان مالی بیشتر میشد، هم توان سفر کردنم بیشتر میشد. به خاطر همین میتونم بگم که سفر کردن، کتاب خوندن و کارهای هنری مهمترین علاقه های من توی زندگی. اگر که من رو توی اینستاگرام دنبال کنید احتمالاً میبینید که من خیلی زیاد سفر میرم، از جاهای مختلف ایرلند، از کشورهای دیگه زیاد استوری میزنم. و اگر که من رو دنبال کرده باشین توی سفرهای قبلی میدونید که من خیلی مطالعه میکنم وقتی که میرم سفر. راجع به هر جایی که میخوام برم حتما مطالعه میکنم، ببینم که تاریخ اونجا چیه، چه چیزی میتونم جالب در مورد این مکان و این اتفاقی که رقم خورده توی این مکان پیدا کنم. اینا چیزایی بود که من دوست داشتم که شمایی که الان با من همراهید در مورد من بدونید، چون حس میکنم که مهمه که بدونید دارید کیو فالو میکنید و دارید به صحبتهای کی اطمینان میکنید. و یه چیزی که دوست دارم بهتون بگم اینه که بچه ها، من توی این کانال خیلی 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 سعی کردم تمام تجربه هایی که خودم به خاطرشون ساعتها نخوابیدم، ساعتها سختی کشیدم رو با شما به اشتراک بذارم. تمام اطلاعاتی که دارم، تمام اطلاعاتی که میتونم به دست بیارم راجع به اینکه چطور برای ویزای کاری ایرلند اپلای کنید، چطور رزومه بنویسید،
هزینه اجاره خونه چقدره، هزینه زندگی توی ایرلند چقدره، چطوری برای آفر کاری برنامه نویسی با علی ساعت‌ها صحبت کردیم و حتما بیشتر صحبت میکنیم. در جواب سوال همه سوالایی که پرسیدیم حتما ویدیوهای بیشتری میسازیم و راجع بهشون صحبت میکنیم. اگر که با من اینجا همراهید احتمالا میدونید که اینها تجربه هایی هستن که در طول زمان من به دست آوردم و دوست دارم که با شما به اشتراک بذارم تا اگر که کسی میخواد این مسیر رو طی کنه این مسیر راحت تر باشه براش. ولی چیزی که دوست دارم شما بیشتر با من همراه باشید پرسیدن سوالاییه که دارید. خیلی از بچه ها میان توی اینستاگرام به من پیام میدن، خیلی ها تو کامنت یوتیوب میدن. اگر که سوالی دارید لطفاً کامنت بذارید، لطفاً حتماً اگر که دوست دارید ویدیوهایی که ساخته میشه کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو با بقیه که فکر میکنید که راهی یه مسیری توی زندگیشون باز میشه به اشتراک بذارید و اگر که این ویدیو رو دوست دارید لطفاً لایک کنید، به خاطر اینکه تمام اینها به من انگیزه میده که مسیری که طی میکنم، اطلاعاتی که دارم بیشتر و بیشتر با شما به اشتراک بذارم. منتظر نظراتتون هستم. سابسکرایب کنید. دلتون خوش باشه.